बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बारनामे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खूब इमरोजदार सीमा द मीनू इंजर्ट आज टेक्स शुरू हमेशा दबाखशी टेक्स अवलिन कमांड की मोमी खनिम इबारत अस टेक्स बॉक्स हस्ता टेक्स बॉक्स द जाय मुख्तलिफ बा अशकाल मुख्तलिफ इस्तेफादा हमेशा मसलन ज्यादातर मर्दों بخاطر نام دادن عکس استفاده میکنه یا در یک قسمت مثلا ما شما خواسته باشیم یک عنوان جور کنیم بخاطر از اون اهم استفاده میشه مثلا من میخوام در یک قسمت لیست شاگردای خود جور کنم پیش از اینکه لیست شاگردای خود تایپ کنم یک عنوان قسمت میتونم و او عنوان در تکس باکس نوشته میکنم پس معمولا در یک قسمت تکس باکس کلیک کردم و جایی که من خواسته باشم عنوان بتم و مجاز سلیک میکنم مثلا در این قسمت مسئله کردم بعد از اون نوشته کردم که کمپیوتر ستودنت لیست و ایره در سنتر آوردم ایره بولدم کدم اندازشم کلان کدم از قسمت رنگشم بگراندشم یک قسم بگراند دادم بعدش سال کنی شما یک انوان وره جور شده ایجا مثلا نوشته کدم نام شاگرد در قسمتش نوشته کردم که پروگرام در طرفش نوشته کردم فیس و در طرفش نوشته کردم که بالانس یارم سلیک کردم در مرکز آوردم بولد و یک بوردر هم دادم برش صحیح شد یعنی تکس باکس ما در جای مختلف استفاده میکنیم یا مثلا ما رفتم در اینزرت یک پیکچر آوردم در پیکچر سیمپل پیکچر اینمی اکسا گرفتم ای اکسا ای ذرا سایزش خورد میکنم بسیار کلان است حالی من میخواستم سری از ای اکس نام خود نوشته کنم یا نوشته کنم که افغانستان ای دخمه نمیتونم که سر ازی رایت کلیک کنیم برش بگیم که ایدیت پیکچر مثل که ما شما در اینزرت در یک شیپ نوشته میکنیم مثلا میخواستم در این شیپ نوشته کنم ایر رایت کلیک میکنیم میریم میگیم ایدیت تکس ای کار را اکس نمیتونیم بخاطر اکس باز ما شما از تکس باکس استفاده میکنیم میام در تکس انزرت تکس باکس در کدام قسمت میخوای چیزی را نوشته کنیم مثلا در این قسمت ای را ما شما در وردم خوانده بودیم نوشته کو بگو افغانستان is a lovely country lovely country on the map of the world the santara word mira select the mira bold size sham kalan kadam already qismat smashal kunin am amufil color az imanda az am text box می خوین امی فل کلر از اوسو شوا امی اوتلاین کلر هم اوسو شوا سر امی زیل تکس باکس ما شما دبل کلیک میکنیم وقتی که دبل کلیک کردیم بعد از او ایر یک دبل کلیک میکنیم دبل کلیک خود از او دا ایجا بری ما فرمتش میه حالا چون فرمتش نامد ما میریم خود ما دا فرمت دا فرمت که آمدین شما سر کن دا ایجا نوشته کلا شیپ فل امی مابین از شیپ چه قسم رنگ باشم امی گم ایچ کلر نداشته باشم نو کلر یا نو فل مگم لاینش مونده می خوین لاینش هم چیزی نداشته باشه برو باز در فرمت بگو شیپ یا خو فل بود ایر دبل کلیک کنین در فرمت برین یا اوتلاین است امی لاینه می گم لاین هم چیزی نداشته باشه بیاد ایجا بگو نو اوتلاین حالی سل کنین شما ای تو معلوم میشه که سر میز عکس این نوشته قبلا بود ما آلی نکردیم یعنی استفاده تکست باکس شما دیدین که در کدام جا استفاده میشه به می شکل در جای دیگه هم استفاده میشه آمدیم در شیدی دیگه بعد از عمرای ما هیدر فوتر است من مثلا در شید در قسمت چیزی را نوشته میکنم اینه که نوشته جای سلیک کردم نوشته کردم که اسد کنترول انتر
Олега маушума да файл да принт бием и не ми навиште маушума кодом инван не дара. Ки инвана да инглиси хедар мега ва поини варака да инглиси футар мега. И не па вараки ва сар вараки мега чи мега бачта форси. Инван ва поини сафа чи мега навиште коним. И не па вараки ва сар вараки. Саиста, и не да бала варак اگر ما شما چیزی را خواسته باشیم نوشته کنیم در پایین ورق اگر ما شما خواسته باشیم چیزی را نوشته کنیم در هر صفحه نه تنها در یک صفحه پس ما شما از کماند هدر فوتر استفاده میکنیم وقتی که ما شما هدر فوتر کلیک کنیم بعد از او آپشن های دیگه در اینجا برای ما پیدا میشه اول خوب اصلا هدر هم بسی بخش تقسیم شده فوتر صفحه هم بسی بخش تقسیم شده یکیش لفت است یکیش رایت است یکیش سنتر ما را کمپیوتر میگه بیادر در هدر در مابین هدر چی میخوای نوشته کنی طرف راست چی میخوای نوشته کنی طرف چپ چی میخوای نوشته کنی خودی ما شما هم میتونم چیزی را نوشته کنی مثلا من میخوام که نوشته کنم در مرکز in the name of Allah ایره نوشته کرد آن اگر ما شما خواسته باشیم در فوتر بریم از این قسمت هم میتونیم که توسط ایروکی بالا و پایین بریم اینه فوتر صفحه در فوتر چی میخوین مثلا نوشته کردم که edited by سلام خان و یا از این قسمت هم میتونیم در نویگیشن گو تو هدر بالا ما رو میبره و گو تو فوتر دا پایین ما رو میاره صحیح شد حالا اگر ما شما دا پایین کلیک کنیم و بریم دا فایل پرین دا هر ورقی ما شما این دا نیم آف الله دا سنتر آمده دا هیدارش و دا فوتر دا سنتر آمده ایدتت بای سلام خان اگر هر صفحه چه صفحه که ما شما داریم بریم دا هر صفحه ازی اینمی چیز آمده ای بود چیزایی که مثلا ما شما خود ما شما خواسته باشیم که چیزی رو نوشته کنیم هم طرف راست هم طرف چپ و هم در مرکز ورق صحیح شد باز رفتم در insert یا در insert رفتم هدر فوتر کلیک کردیم در این قسمت بعضی از کماند هاست که تیار جور کردگی است مثلا ما در هدر in the name of Allah انتخاب کردم گفتم میرم در فوتر دا فوتر چی میخواین اینو ایدیتد بای سلام خان دیلیت کردم میگم بیا طرف چپ فوتر دا این قسمت سال که باز هدر نوشته شده چیزایی که دا انوان استفاده میشه و چیزایی که دا فوتر استفاده شده استفاده میشه دا اینجا تیار جور کدگیست مثلا یک نفر نمیفهم که بیا دا فوتر مردم چی استفاده میکنه دا این قسمت اونمو چیزا تیار جور کدگی است سال که ما را میگه بیادر اگر پیج نمبر خواسته باشی اینجا هست نام شیت خواسته باشی نام شیت و پیج نمبر خواسته باشی فایل ادرس فایل خواسته باشی یعنی چیزایی است که مردم دفتر استفاده میکنه اگر خودت کار داری خواهی کلیک کن مثلا ما گفتم پیج نمبر حالا شما سل کنین در هر صفحه آمده پیج نمبر پیج دوم با در قسمت پای در اینجا نوشته که در پنجم سل کن هر صفحه ما نمبر داره اول برزو دو برزو به می شکل داخل ای سه و ای چهار و دیگه پنج سل کنی قسمت پنج و اگر ما شما ای را اوسو میکنیم نمی خواهیم چیز ای را فقط دیلیت میکنیم باز رفتم در دیزاین به می شکل میریم در فوتر و برای فوتر هم مثلا چیزایی که جور کردگی داره مثلا اگر ایره خواسته باشی ایره کلیک کو اگر ایره خواسته باشی ایره کلیک کو ایره خواسته باشی ایره کلیک کو یعنی چیزایی است که در فوتر استفاده میشن بعضی مردم مثلا نام فایل استفاده میکنن بعضی مردم نام شیت استفاده میکنن بعضی مردم پیج نمبر هم میخواد بالا باشن به می شکل در فوتر صحیح شد و اگر ما شما خواسته باشیم که نه در بالای صفحه در مرکز اندنه مفلا باشه و طرف راست پیج نمبر باشه فقط در پایین کلیک کنید شما سل کنین صفحه دوم بالا برین صفحه اول به می شکل در دیگر پایین که بین صفحه سه
باز دا امی هیدار کلیک کردم و اگر ما شما خواسته باشیم که نه نمبر آف پیجز کلش چند ورق است پا این کلیک کنید سل کو ما رو میگه کلی ورق ها چند است شش ورق است دا مهار صفحه تعداد مکمل ورق ها میره که ما تا چند ورق تکس یا نوشته دایی شید کردیم و اگر میخوای که نه ام کلی ورق ها بیا و ام ورق موجوده بیا با یه پاک کنین بگو یک دفعه پیج نمبر بیار سپیس نمیشه که کلیک کرد سپیس برگو بگو نمبر آف پیجز پا این کلیک کنین میگه کلی ورق ها شش ورق است در ورق اول استی میگه از جمله شش ورق تو در ورق دوم استی از جمله شش ورق تو در ورق سیوم استی صحیح شد و اگر ای را باز نمیخوایم او را پاک میکنی دیگه current date فقط تاریخ موجوده کمپیوتر را برد میاره اگر اشتباه باشه اشتباه برد میاره اگر صحیح باشه صحیح چیزی تاریخ که در کمپیوتر سرده سنمو تاریخ میاره میخوایی فقط تاریخ کمپیوتر برد بیاده هر شید در هیدر سلکو این و در طرف چپ هیدر میخوایید مثلا تایم بیای بازی را کلیک کنید سلکو این طرف تایم آمد این طرف دیت آمد و در مرکز این در نیم اف الله آمد اگر ما شما خواسته باشیم که نه مثلا این دفعه در فوتر میریم در گوتو فوتر رفتم میخوام در مرکز فوتر در مرکز فوتر برای ما فایل پات این فایلی که ما صف کردیم در کجا صف شده آدرس زو بیا پایین کلیک کنید سلکو میگه در سی یوزر احمد خالد در داکومنت بنام بوک وان این فایل تونجا صف شده گیسته صحیسته و اگر ما شما خواسته باشیم که نه فایل نیم نام ازی فایل بیا نام ازی فایل چیز بکوان است نیست اونجا بالا سل کنو اشتا کدن و اگر میخوای نه نام شید بیا باز بگو شید نیم مرا میگه در شیدی دوم استی چرا نو شید دوم است نام شید برای ما ورده ایجا دفوتر و اگر خواسته باشیم دفوتر کدام اکس بیاریم برزو میگیم در پیکچر و انواع پیکچر که در هر جا باشه یعنی عکس ما که در قسمت باشه رو سلیک میکنیم برزو مثلا ایره انتخاب کنم میگیم انزر حالا اگر شما سر کنید وقتی که ما پایین کلیک کنیم عکس بسیار کلان است و کلی ورق گرفته ایره خب ما با این قسم نمیخواستیم چون هیدار است یا فوتر است باید خرد باشه پس در اینجا که کلیک کردیم سر این پیکچر میریم در فرمت پیکچر میتونیم ویت از ایره و هایت از عکس چی کنیم خود کلان کنیم صحیح است مثلا گفتم هایت بلندی از عکس باید بسیار کم باشه یک باشه صحیح است اوکی و ویتش هم به مو اندازه چی میشه خرد میشه وقتی که هایتش خرد میکنیم ویتش هم خرد میشه اگر ما شما خواسته باشیم که نه این قسم نشه باز ما شما از همین آپشن کلیک وصول میکنیم لاک اسپکت ریشیو اگر این کلیک باشه وقتی که هایت از یک عکس زیاد کم میکنیم به مو شکل ویتش هم کم و زیاد میشه مثلا ما یک کلیک دور کردم میگم امی ویتش باید زیاد باشه ویتش باید به اندازه 10 باشه و هایتش باید 1 باشه فقط اوکی کلیک کنید سر کو ویتش بسیار کلان است و هایتش خود کنه از این هم اگر خورد میخواین پس ایش نوشته که بگو بیادر هر چقدر صفر اشاره چقدر چقدر باشه صحیح است و در این قسمت امروی ما اگر میخوای اینو یکس کرپت کنی کرپت قطع کده نمیگه از طرف چپ میگیم به این اندازه عکس چی شوه قطع شوه و از طرف راست به این اندازه عکس چی شوه قطع شوه فقط اوکی کسل کو عکس چی شد خورد شد به این شکل اگر خواسته باشیم از طرف بالا و پایین در این قسمت رنگی عکس چی قسم میخوای بلک این وایر باشه اوکی کلیک کنید بلک این وایر سیاه و سفید آمد اگر میخوای نی رنگه باشه باز اینجا که رفتی بگو بیادر اتوماتیک باشه اتوماتیک خود به خود رنگه میاره و به این شکل میتونیم سل کو با مو شکل پس رفتن در فرمت پیکچر و اگر ما شما خواسته باشیم که برایتنس ازی روشنی ازی را کم زیاد کنیم و یا کنترستش هم میتونیم و ریست با مو حالت اولی میره هر چیزا اوکی کلیک کنیم و اگر ایچی نمیخواییم فقط این پیکچر ادرس شه اسو میکنیم خلاص در پایین کلیک و عکس چی میشه از بین میره خب ای بود ای بخشی هیدر فوتر و در این طرف خو گو تو هیدر اگر میخواین هیدر برین اگر میخواین فوتر برین ایده کلیک میکنین دیگه نوشته که در دیفرین فرس پیج سر کنیم ما در میهر صفحه در بالایش نوشته کردیم در مرکزش در نیم افلا طرف تاریخ طرف راست تاریخ طرف چپ تایم هستن اگر ما شما اینمی آبشن کلیک کردیم دیفرین فرس پیج
صرف صفي اول هيدر فوتر نامي تدي كل ورا قدر سلكو صفي اول نظر صفي دون دار بمشكل صفي سيون يعني تمام ورا قرا هيدر فوتر ميتا مگم صفي اول نامي تا واگ خواست باشم كني تمام ورا قرا هيدر فوتر بتا با صفي اول انا صفي اول و دیگه ورقه كل چیز هيدر فوتر دار. بعد از اون میشته که در دیفرین اور اینیون اگر ما شما خواسته باشیم که هدر فوتر سفید تاق باشه جفت نباشه یعنی تاق به یک قسم باشه و جفت به دیگه قسم پس ای کماند کلیک میکنیم سلکو وقتی که ما شما کلیک کنیم در این قسمت ای میگه بیاده تو در سفید تاق هست هدر تاق هست پس آمدیم در جفت در جفت سلکو ای چیز هم نیسته که سفید دوم هسته چیز داره نه در اینجا باید خودت نوشته کنی باز دیگه چیز چرا اونجا گفتی که به یک چیز نباشه اینجا من نوشته میکنم که in the name of God این سل کنی شما در صفحه تاق یک چیز است و در صفحه جفت کل صفحه جفت که است به این شکل است در اینجا مومده in the name of Allah و در این طرفش in the name of God پس این را کلیک کردیم و اگر این قسم نمیخواین این را کلیک دور کنین در من کل ورقا اما یک هدر که این دنیم اف اللہ اسمیه دیگه نوشته کرده که سکل و داکومنت این امی اپشن ما میرم در فایل در پرینت براتون کار میکنم سهل کنین امی اندازه داکومنت که هر چه قصه امی نوشته ما با مو اندازه امو هدر فوتر هم است. اگر ما بیایم در پیج سیتاب بعد از او اینمی ادجستو اندازه از این ختم زیاد کنم ما گفتم که اندازه از این چقدر باشه این خکد مثلا اوکی اما هیدر فوتر هم به مو اندازه چی میشه کلان میشه چرا به خاطر از اینکه ما و شما در اینزرت در ایدت هیدر اینمی اوشن کلیک کردیم اگر این کلیک دور کنیم باز بین شما در فایل برین در پرند اون سل کنیم اینمی اندازه داکومنت ما زیاد است مگم اون نمو هیدر فوتر که از در محالت خودش است کی کار ما شما از پیش سیتاب هیدر فوتر از این قسمت هم میتونیم اگر کلیک کردیم که سکل و داکومنت امون هیدر فوتر به اندازه که نوشته داکومنت است کلان میشه و به می شکل این دو اپشن بالا را خواندیم پیشتر دیفرین اورینی و هیدر تاق و جوف باید چیز نباشه دیفرین فرس پیج صفحه اول و با صفحات دیگه هدر فوتر باید فرق کنه بعد از اون نوشته کده که align with page margin برای از این ما میرم در باز در insert و در هدر کلیک میکنم فقط ای تایم روس میکنم ای تایم دیتا موس میکنم امی در سنتر که کدام هدر نوشته کده میره کپ میکنم طرف چپ میبرم اینجا پست میکنم آره شما سل کنم ما میرم در فایل در پرند و اینمی هدر که دادیم طرف چپ این به مو اندازه که نوشته ماست به مو اندازه آمده منظم است الاین تنظیم کرده نمیگم اگر ما بیم در insert در header اینمی آپشن او سکنم سل که در header در دیزاینش رفتم ای را کلیک دور کردم الاین with page margin حالا اگر ما بیم در فایل در print header ما سل که وقتی که اندازه نوشته را زیاد و کم میکنم سل که اندازه زیاد ما کم کردم ساد گفتم اوکی کلیک کو سل که ای مثلا دیگه هم اندازش زیاد میکنم اندازش زیاد مثلا ما گفتم 200 باشه اوکی امرای ازمی سل کو اگر ای را کلیک کرده باشین یعنی این امی اپشنه align with page margin این امی امی با مارجن نیست منظم میشه چه قسم منظم سل کو این مارجن ازیر ما تغییر میتون مثلا این امی مارجن انتخاب کردم آلی منظم هسته نیسته این مارجن از این قسمت تغییر میخوره سل کو این امی مارجن انتخاب کردم مگم با مارجن یک چیز تغییر نمیکنه اینمی هدر ما سل کو و اگر خواسته باشین align with page margin با مارجن ترتیب شوه تنظیم شوه پس یه اپشن کلیک کنین سل کو اینمی با مارجن چی میشه خود آیار میشه ترتیب میکن تنظیم میکنه یعنی اگر ایده کلیک کرده باشیم نوشته ما هدر ما با نوشته خود تنظیم میکنه و اگر کلیک نکرده باشیم هیچ با نوشته ارتباط نداره به جای خودش چی می باشه؟ می باشه بس صحیحسته این وظیفه چی بود؟ در هدر align with page margin بود with page margin این بود آپشن های هدر و فوتر که بر شما ریکارد کردم بعد از او در insert که است
امرای ما ورت آدرس اول ما میم ای پاس ای سیٹنگ ازیر جور میکن میرم دا ویو نارمل پیج کلک کدم کی پاس او دا حالت اولی بیا آلی بیرزو ایر ما کنترول ای کدم دیلیت کدم اگر نو شما خواست باشیم دای قسمت یک ورد آرد استفاده کنیم یک چیزی را نوشته کنیم بسیار دیزاین مثلا این دیزاین انتخاب کردیم این دیزاین این را انتخاب کردیم نوشته کردیم که اکسل فانکشنز این فارمولاز یک عنوان دادیم ایر دم بالا بردم و بعد از اون نوشته کردم در باره اکسل فانکشن و فرمولا معلومات یعنی به خاطر عنوان گذاری هم استفاده میشه در زیادتر جای صحیح است میتونی روتیت هم کنی یک سمی سرم میخوای روتیت کنی از قسمت روتیت هم میشه صحیح است و اگر ما شما خواسته باشیم چندین کپی دیگه زیر بکشم این کپی دیگه شم کنترول بگیرین کش کنین طرف کپی دیگه جور میشه صحیح است باز وقتی که کپی زیر جور کریم بعد از او امیر روتیت میکنیم مثلا به یک قسمه یعنی یک دیزاین اگر ما شما خواسته باشیم بتیم اکسل فانکشن این فرمولا اکسل فانکشن این فرمولا یعنی وظیفه چی بود وظیفه ورد آرد بود دیگر مرای ما سیگنیچر لائن است ایره ما پس دیلیت کردم دی قسمت ایره هم دیلیت کردم سیگنیچر اصلا بخاطر چی استفاده میشه ما مثلا فکر کنین دی قسمت امرای ما یک رپور کارمندای ما است کمپیوتر کار ایره رپور جور کرده این ای رپورت شد مثلا و در این قسمت همیشه کسی که رئیسی اون مشرکت باشه یا آمر مو دپارتمنت باشه داخل از او هر وقتی که مثلا یک رپورت کار کمپیوتر کار کارمند جور میکنه در رئیس میبره و امضا میکنه مثلا تو در اینجا نوشته شده جای امضا میخوای در پایین نام خودت بیا وظیفیت بیا بر از او وقتی که پرنت شد سر از او امضا میکنی صحیح است میده کجا در انزرت بعد از او در سیگنیچر لاین کلیک میکنی اوکی میگی نام تو مثلا چیست ما میگم نام ماست محمد اسلام کیبورد من بسیار سخت است صحیح کار نمیکنه وظیفه ما چیست مثلا نوشته کردم که کمپیوتر انستراکتور ایمیل ادرس چیست نوشته کردم که کمپیوتر انستراکتور اندرسکور افغان @yahoo.com این نوشته کردم و در اینجا درباره اینه سانج چیز معلومات نوشته میکنم من هیچ نوشته نمیکنم اوکی کلیک کردم مثلا کو دای قسمت نام محمد و امز دای جا بالا نوشته شده ساین وقتی که ای پرینت شد دای قسمت تو امضا میکنی که بله اینمی لیست ای کاریگا یا کارمندا که صدق است به خاطر از این سیگنچر لاین استفاده میشه دیلیت کردم میره پس دیگه پر از که هست دای طرف آبجکت اگر ما شما خواسته باشیم پروگرام های فتوشاپ دامی مثلا اینجا یک عکس بد بکار شد عکسی که کوالیتی از او باید بسیار خوبش باشه باید تو رو در فتوشاپ جور کنی اگر کار داشته باشی که از فتوشاپ عکس بیار دیجا از این جای استفاده میکن یعنی در آبجکت که است امرای ما کل پروگرام هایی که در کمپیوتر ثبت است در اینجا می باشه پن باشه ورد باشه پرد پاورپوینت باشه هر چی که باشه ما شما استفاده کرده میتونید صحیح است مثلا اگر خواست باشه مثلا پاورپوینت باز کنیم نه پاورپوینت کلیک کو فقط اوکی بگو اینجا برات باز میشه یک پروگرام استفاده کرده میتونی و اگر میخوای نه تا جور کده گیر باز کنی دا کریت فرام فایل برو برزو دا براوز و فایل خود انتخاب میکنی مثلا میرم دا داکومنت یا دسکتاپ میگم دا دسکتاپ خب اینمی هاردویر را گرفتم او انزرت کلیک کو برزو بگو اوکی اون دمو فایلی بنامه هاردویر هر چیز که باشه برای ما در اینجا چی میکنه انزرت میکنه صحیح شد من اینجا پس چی کردم دلیت کردم دیگه در این قسمت که هسته اکوشن معادلات هسته معادلات اگر زیادتر وقت در کتاب جور کردن چیزهای دیگه استفاده میشه اگر مثلا ما شما در اینجا یک فرمول کار داشته باشیم ایتونه که مثلا فرمول است ما اینجا کار کنیم نتیجه نشان میتونه یعنی فرمول است میتونی به شکلی مثلا در پرینت مثلا میخوای بیا یا چیز دیگه همین شکل فرمول اگر ما شما کار داشته باشیم تا که او را جور میکنیم بسیار دیر میشه بسیار وقت میگیره تا جور کده گیست کلیک کن آمد برد استفاده کن پرینتش میکنی هرچی که میکنی کار خودت است یعنی این قسمت امرای ما چیز معادلات اکویشن چی را میگه معادلات را میگه صحیح است معادلات مختلف است این ایره سایز شکلان کو که صحیح معلوم شو برد و اگر خودت میخواستی جور کنی هم میتونی مثلا ایره سلیکو یا دبل کلیک کو سر ازی برد دیزاین که آمد یعنی اشکال است لوگاریتم است کسر است
سایسته انتگرال از چیست میتونه از اینجا استفاده کنه، لیمیت از مشتق از چیسته. و می شکل دیگه که است در اینسرت امرای ما کماند اخری سمبول است، کلش اشکال است، هر شکلی که برای ما بکار باشه اینه میره فقط اینسرت میگیم. دیگه قسمت برای ما چی میشه؟ میای برای ما در سپیشل کرکتر تو یا جور کدگی کرکتر هم داری، مثلا اینه می شکل کار داری، اینه میره کار داری، فقط اینسرت بگو برای ما چی میکنه، اونجا اد میکنه، اینسرت میکنه. این بود بیادارا درسی منوی اینسرت.